همراه میشیم با آلانه توفیقی، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو. آقای توفیقی، 4 هفته گذشته اعتراض ها خصوصا در دانشگاه ها داریم میبینیم ادامه داره، در شهرهای کوچکتر هم حتی. ارزیابی شما چی؟ ببینید، دانشگاه ها به عنوان قلب تپنده جنبش های اجتماعی گاهن به حساب میان، قلب تپنده‌ای که میتونه اگر به حرکت در بیاد و در واقع اون انرژی خودش رو آزاد بکنه، بخش‌های دیگه جنبش رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. ما بعد از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، عملاً جنبش دانشجویی به دلیل فضای امنیتی که در دانشگاه‌ها ایجاد شد، دچار یک رکود و یک حالت در واقع سکونی شده بود. اما این اتفاقی که در کشور افتاد و این خیزش سراسری به نظر میاد که باعث یک بیداری در جنبش دانشجویی شده و این جنبش تحت تأثیر همون در واقع اتفاقاتی است که در کشور تا این لحظه افتاده. و نکته خیلی اساسی این هستش که دانشجویان شجاعانه در داخل دانشگاه ها مخصوصا شعار میدن، حرکت رو در داخل حیات دانشگاه ها دارن انجام میدن، حتی گاهن در خوابگاه ها بحث های دانشجویی و اصطلاحا جمع های خیلی کوچکتری هم به وجود میاد. و وضعیتی که الان به نظر من جنبش دانشجویی در زیر مجموعه این جنبش داره به خودش گرفته، نشون میده که این جنبش و این خیزش سراسری از امیدواری خیلی بالاتری برای رسیدن به اهداف و اون نتیجه نهایی که تغییر وضع موجود به سمت یک شرایط دموکراتیک و برقراری یک حکومت مبتنی بر آرای مردم باشه، خیلی اون رو تقویت کرده. آقای توفیقی، از همون روزهای اول خب ما شاهد سرکوب دانشجویان در دانشگاه های مختلف بودیم، همینطور اساتید کسانی که مسئول بودن خواستن که دانشجویان اعتراض خودشون رو قطع بکنن، ولی این کار اتفاق نیفتاد و اونها انجام ندادن، نذاشتن صداشون خاموش بشه. الان این خواسته مقام های امنیتی چه معنایی داره وقتی در مقابلش این دانشجویان رو میبینیم که مقاومت میکنند؟ ببینید، اگر ما فقط به خواسته مقامات امنیتی توجه بکنیم، از دید اونها که اساسا جنبشی وجود نداره، دانشجویان اعتراض هم نمیکنند. شما اگر به صحبت‌های مثلا مسئولین جمهوری اسلامی رجوع بکنید، از نظر اونها همه چیز پایان یافته، در حالی که این گونه نیست. هم در سطح اجتماع، در سطح شهرها، مخصوصا دانش آموزان به عنوان مکمل دانشجویان در جنبش همچنان حضور دارند. و الان هم اگر ما در واقع سرکوب رو همچنان در رابطه با دانشجویان میبینیم، دلیلش این هستش که ترس فوق‌العاده زیادی نسبت به گسترش این حرکت و مخصوصا تسری اون به خیابونها در واقع وجود داره. ببینید، یکی از وحشتی که جمهوری اسلامی داره این هستش که این گروه‌های مختلفی که الان به صورت پراکنده گاهن قرار گرفتن، مثلا دانش آموزان در اطراف مدرسه ها یا دانشجویان در داخل دانشگاه ها، ترس و وحشت این هستش که اینها به خیابان ها بیان و اگر به هم بپیوندند، اون سیل بزرگی به وجود میاد که هیچ نیروی سرکوبی، حتی سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، قادر به سرکوب اون نخواهد بود. میشه گفت که این خواسته‌ای که مسئولین جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنند، آرزویی هستش که دانشجویان دارن اون رو در واقع خلافش رو انجام میدن. آقای توفیقی، به این بحث برمیگردیم. اما همونطور که صحبت میکنیم، گزارش های زیادی رو ایران اینترنشنال داره دریافت میکنه از تجمعات اعتراضی و خیزش سراسری مردم در ایران و دیگر کشورها. چند تا گزارش دیگه از شما رو ببینیم، برمیگردیم. شنبه 22 بسیجیه گرفتن، موتورش له کردن. مردم شاهنشهر، دمشون گرم، به پا خیزید مردم بر علیه جمهوری اسلامی. ملت همه اومدن بیرون، آتیش زدن موتورشو.
آتیش کشیدن. مرگ بر دیکتاتور شاهنشهر شنبه، یک شنبه مردم ریختن بیرون. شاهنشهر 23 مهر. شاهنشهر 23 مهر. 23 شاهنشهر. 23 مهر 1401 شاهنشهر. ساعت 1:30 ظهر با وجود شدید امنیتی. اصفهان 23 مهر. خیابان چهارباغ بالا. آیه توفیقی، ویدیوهایی که دیدیم بیشتر مربوط میشد به اصفهان و شاهنشهر اطراف. خب یکی از ویدیوها دیدیم که یک زن معترض جلوی یک مامور انتظامی ایستاد که با اسلحه حتی تهدید میشد. ما میبینیم این سرکوب‌ها و این تهدیدها اینگونه ادامه پیدا میکنه. ارزیابیتون چی؟ ببینید، یک نکته در واقع تعجب برانگیز این هستش که همونطور که در ویدیو مشاهده کردید، یک عده لباس شخصی با اسلحه شهروندان معترض رو که ظاهراً حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتراض اونها به رسمیت شناخته شده، در روز روشن میروبایند. این نوع یک نوع ربایش بازداشت نیست. ما دیدیم که مثلا دیروز نیروی انتظامی بیانیه داد که بله، ما برخورد میکنیم با اون نیروی خاطی که اون تعرض رو به اون خانم انجام داده بود. الان در روز روشن در جلوی چشم خودشون افراد رو اینگونه لباس شخصی ها میگیرند، با اسلحه تهدید میکنند. افرادی که اونجا بودند بدون اسلحه و کاملا تنها گناهی که اونها کردند فریادی است که برای حقشون دارن انجام میدن. اگر همین اتفاق رو در واقع الان در یک کشور دیگه افتاده بود، همین رسانه‌های جمهوری اسلامی اون رو به عنوان مثلا نمونه ای از نحوه برخورد در واقع نیروهای پلیس یا نیروهای غیر رسمی پخش میکردن، در حالی که الان ما شاهد هستیم که در درون خود جمهوری اسلامی برای سرکوب معترض از این روش‌هایی که روش‌های فاشیستی و روش‌هایی هستش که بعداً کسی نمیتونه پیگیری بکنه که این فرد رو کدوم گروه بازداشت کرد، و بعداً جنازه‌هایی که پیدا شده متأسفانه در این موارد میتونه همین افرادی باشه که در روز روشن میان در واقع افراد رو اینگونه میروبایند. در شهرهای مختلف اعتراضات پراکنده داشتیم، اما خود استان اصفهان اگر نگاه بکنیم و شهرهایی که هستن، به نظر میرسه که الان اتحادشون داره بیشتر میشه، به هم میپیوندن، خصوصا در ویدیوهایی که امروز به دستمون رسید و دیدیم. از نظر ویژگی‌های جمعیتی و سیاسی فرهنگی اصفهان این موضوع چه اهمیتی میتونه داشته باشه بعد از 4 هفته؟ ببینید، اصفهان یکی از اون شهرهایی هستش و البته کل استان اصفهان که همواره به عنوان پایگاه سنتی جمهوری اسلامی و این استان رو به عنوان مثلا نوعی نگاه ویژه و عرضم به حضور شما که نگرش مذهبی اونها که به هر حال ما یک حکومت مذهبی رو در رأس کار داریم طبقه بندی کردن، و الان در جایی مثل اصفهان که اعتراضات وارد هفته 5 خودش شده، این نشان دهنده عمق و ابعاد این خیزش هستش که حتی در جایی مثل اصفهان هم که در واقع پایگاه قدیمی و سنتی جمهوری اسلامی بوده برای تأمین نیروهای بسیجی، برای تأمین نیروهای سپاه، و حتی ما در زمان جنگ می‌دیدیم که یکی از در واقع بزرگترین استان‌هایی که پشتیبانی می‌کرد از جنگ همین استان اصفهان بود، الان نشون میده که موقعیت جمهوری اسلامی در میان در واقع حتی هواداران خودش هم دچار
فشار ریزش شده، این پایگاه تضعیف شده و من فکر میکنم که این وضعیت در اصفهان یک نمونه کوچکی از کل کشور هستش، کما اینکه دیدیم در شهری مثل قم یا در شهرهای در مشهد هم همین نوع اعتراضات رو ما داشتیم. ولی هنوز استانهای دیگه رو داریم، مثلا خوزستان رو من زیاد شنیدم، حتی یکی از شهروندان ویدیویی رو فرستاده و خواسته بود که مردم بپیوندن و گفته و مسئله دیگه الان حجاب نیست. ممنونم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی.